چطوری جون دل؟ برقراری عزیز؟ سر کیفی؟ حال خوب، مثبت بودن، خوشحالی، 8 جلسه رایگان، حسی که این روزها به کالایی بدل شده، به یک صنعت، صنعت خوشبختی، صنعتی که بسیار پولساز است. سهیل سنگرزاده که چند ماهی است به شهرت رسیده، از معدود افرادی است که درآمدش از این راه نیست. خودتونم میبینین، مثلا تبلیغی نمیکنم. اما برخی دیگر درآمدهای کلان دارند. چه شکلی پول در میاد؟ جعبه های تضمینی میفروشند. میدونید جعبه پول؟ سمینار برگزار میکنند. باید همه تون ثروتمند بشین. من نمیدونم. و من تضمین میکنم راهش یاد بدید. همه دستا بالا. سه تا راهکار اساسی. حالا پای روحانیون شیعه هم به این داستان باز شده. حق داری ناامید بشی، اما حق نداری جا بزنی. ظاهرها متفاوت، اما پیام معمولا یک چیز است. You get what you think about most of the time. تو به اون چیزی میسی که بیشتر اوقات بهش فکر میکنی. چیزی تبدیل میشم که بهش باور دارم. اولین قدم برای رسیدن به موفقیت، باور موفقیت. اگر میخوای موفق باشی، فقط باور رو باور کن. فقط باور رو باور کن. اگر اراده کنید، به هر چه میخواهید میرسید. به پول. رفیق، مهمترین خدمتی که میتونی به فقرا کنی اینه که خودت جزوشون نباشی. به رابطه خوب. چطور میتونیم با یک فرد با کیفیت و جنتلمن وارد رابطه بشیم؟ اما این صنعت زاویه پنهانی هم دارد. اگر موفق، خوشحال یا پولدار نیستید، تقصیر خود شماست. از صبح تا شب زحمت میکشن و آخرش هم به اینجا نمیرسن. نه کار آبروداری هست، نه اینکه آینده‌ای داره. من به شما مقصر دانستن آسیب پذیرترین افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نقش دولت، جامعه و خانواده. برای فقرا همیشه دولت و اقتصاد و شریک و همسایه و دوست و اینجور چیزا مقصره. هیچ وقت نمیگن اشتباه از ما بوده. برخی روی این سبک و سیاق که تازه مد شده نامی گذاشتند. مثبت اندیشی سمی. معنیش را از یک روان درمانگر بریتانیایی پرسیدم. یعنی خودتون رو تنها به چیزهای مثبت محدود کنید، در صورتی که در حالت طبیعی یه طیفی از تمام احساسات در درون شماست که چالش برانگیزه. در مثبت اندیشی شما فقط روی چیزهای مثبت تمرکز میکنین و این غیر طبیعیه و شما رو از دیگر احساسات محروم میکنه. الکی ادا حال بدارو در ریار. اما مدعیان مثبت اندیشی دائم بر حال خوب تکیه میکنند. در شبکه‌های مجازیشان خبری از غم و غصه نیست. باید حالمون رو خوب نگه داریم، زوریه. اینطور هم نیست. هیچکس دائم مثبت نیست. هیچکس دائم خوشحال نیست. مثبت بودن و خوشحالی حسیه که به سراغمون میاد و میره. گاهی در یک ساعت، گاهی در طول روز و در همه عمرمون همینه. نسترن توکلیفر یک مستند 10 قسمتی درباره نوع افراطی صنعت خوشبختی ساخته برای رادیوی بی بی سی انگلیسی. او در تحقیقاتش به میلیونری برمیخورد که در آمریکا شهرکی مخصوص خوشبختی احداث میکند. حدوداً 10 سال پیش 350 میلیون دلار به شهر لاس وگاس پول داد که یه شهرک اونجا درست کنه به اسم داونتاون پروژکت که همش دمد خوشبختی بود. در داونتاون پروژکت چند تا خودکشی اتفاق افتاد و خیلی ها میگن که انقدر فشار بود رو همه که همیشه خوشبخت باشن که مردم نمیتونستن که گرفتاریاشون رو به هم دیگه بگن. این خبرنگار بریتانیایی ایرانی تبار اما میگوید صنعت خوشبختی جنبه‌های مثبتی هم دارد. تا حدی من اینو یه کمی مبارزه فمینیستی میدونم. تو صنعت خوشبختی هم میبینیم که زنا میخوان زندگی خوب داشته باشن و فکر میکنن که حقشون هست که زندگی خوب داشته باشن و حاضر نیستن که گوش بدن که دکتری یا کسی دیگه بهشون بگه که نه همینی هست که هست. چه خوشمان بیاید چه نیاید، این صنعت پرطرفدار است و بسیاری میگویند به آرامششان کمک کرده. اگه حتی نتونستی برای بچت یه گوشی هوشمند بخری تا کلاسای مدرسه شو بتونه شرکت کنه، خیلی بده. اما تاکید و تمرکز بر مسئولیت فردی بدون در نظر گرفتن مسئولیت دولت و جامعه مورد انتقاد برخی دیگر است. من محکوم به خوشبختی هستم. پرهام قبادی، بی بی سی.